اگه کنسر حالش خوب باشه، از نظر فیزیکی هم حالش خوب. یعنی من همین کسی که کنسرهایی که تو زندگی من هستم باشون در تماسم، وقتی که میرم خونش میبینم سردرد داره، حالت تهوع داره، سرگیجه داره، میگم چی داره این اتفاق واسه هم افتاده؟ اتفاق افتاده داره دیگه، سرگیجه و حالت تهوع و مریض بودن برای چیه؟ when they are emotionally they don't feel good, physically هم حالشون بد میشه. وقتی که یه کانسر خوشحاله، یه خبر خوب بهش میدی، اما فیزیکلی هم خوشحاله، میخنده، هپیه. و واقعا خیلی جالبه که این اشخاص، کسایی که تو این ما دنیا اومدن، if they are happy they are healthy, if they are sad they are sick. و اینو تو همشون میبینی. If they are happy they are healthy, if they are sad they are sick. Power of emotion cancer خیلی خیلی قویه، خیلی استرونگه. و همیشه کنسر دوست داره که عکسای قدیمی رو نگه داره، عاشق کالچر قدیمیه، عاشق لیتریچره، عاشق شعره، عاشق نیچرن و در گذشته زندگی میکنن، عاشق غذای خوبن، برای خودشون همیشه غذاهای خیلی عالی درست میکنن و هر کس هم که وارد خونشون بشه انترتینش دوست دارن بکنن، یعنی به زور اون غذا رو باید حتما بهش بدن. They enjoy entertaining به مردم غذا بدن، به مرقص غذایی دست بخت خودشون بدن. اگه خونه یه کنسر بریم، همیشه تو خونش پر غذاست. هیچ وقت نمیبینی کسی گرسنه از خونه کنسر بیاد بیرون. به یه کنسر اگه بگی این دایت بگیره، مریض میشه اموشنالی. نخواین ازش که دایت بگیره، چون غذا براش سکیوریتیه دوباره. برای بچه هاش یه کنسر خیلی احساس مسئولیت داره و خونش باید همیشه بچه هاش دورش باشن، پول کافی همیشه باید پشتش باشه که بهش سکیوریتی بده. حالا باید بفهمیم چرا یه کنسر عاشق بچهشه، عاشق خونشه و پول براش مهمه. امشب بفهمیم که دلیلش چیه. پس همه این توضیحا رو دادیم، باید بدونیم که ایگو کنسر حالا کجاست؟ عاشق بچه و خونه و غذاست. خب حالا میخوایم ببینیم که ایگوش کجاست، کورکشنش کجاست، تیکون کنسر کجا هستش. ما میدونیم که ماه، کره ماه، مون، این ماه رول میکنه ماه کنسر رو. اگه که به ماه دقت کرده باشین، روز اول ماه تا 14 ماه، ماه در به چه صورتی هستش؟ هر شب که شما ماه رو نگاه کنین، تا 14 روز نورش بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، فرق میکنه. یعنی اگه امشب ما نگاه کنیم با فردا شب یکی نیست، یا با دیشب فرق میکنه نوراشون. و بعد از 14 روز که میگذره، به تدریج نور ماه کمتر و کمتر و کمتر میشه. در حقیقت ما اینجوری اینا رو یعنی ما اینجوری ماه اینجوری نگاه میکنیم. در حقیقت ماه اینترنالی عوض نمیشه، اکسترنالی هستش که ما اینجوری میبینیم، به خاطر اینکه کره خورشید تحت به خاطر نور کره خورشیده که ما اینجوری ماهو میبینیم. در حقیقت ما همیشه همونی هست که هست، نور خود کره تغییری نمیکنه، ولی رفلکشن سان که به خورشید که بهش میخوره، این نورا به تدریج تغییر میکنه. به خاطر همین هستش که کنسر میتونه امروز خوشحال باشه، فردا چی باشه؟ ناراحت باشه. مود چنج دارن خیلی، به خاطر همین تغییرات ماه موداشون عوض میشه. و اگه دقت کرده باشین، این همین پلانت، همین کانستلیشن ماه همیشه روی آب دریا تاثیر میذاره.
چون هم انرژی درونی کانسر آب هستش و هم انرژی بیرونیش آب هستش، به این دلیله که ماه روش اثر میذاره. گفتیم که کره ماه رو آب اثر میذاره، کانستالیشن کانسر هم چون که آب هستش همه، به خاطر همین مودش تغییر میکنه. حضرت ابراهیم آوینو اسم این کانستالیشن رو گذاشت چی؟ سرطان. چرا؟ به خاطر اینکه یه سیکرتی هستش توی این ماه سرطان. ما اگه بخوایم سرطان رو تشریح کنیم به عبری، به زبان عبری، سرطان یعنی سر پلاس تان، یعنی دوتا جمله جدا هستش. توی زبان عبری سر به چه معنی هستش؟ یعنی سر یعنی removing. آره. تن means confusion. سر یعنی به زبان عبری یعنی remove کردن. تن یعنی چی؟ confusion. پس سرطان یعنی چی؟ یعنی remove کردن، یعنی remove کردن confusion. ابراهیم آوینو به ما میگه که دوای تموز کانفیوژن باید ریموو بشه. یعنی تو این ماه کانفیوژن یعنی یه قده نامتناسب یا یه چیزی که ابنورماله. مثل مثلا قده سرطانی، اگه دقت کرده باشین چرا میگن سرطانیه؟ یه قده گرد ابنورمالیتی میگیره، دوروبرش جگد میشه، واسه همین میگن این باید، این یه چیز کانفیوژنه که نرمال نیست. شده یه خالو اگه دقت کرده باشین وقتی که دکتر میگه، میگه که صاف باشه دورش اوکیه، ولی اگه جگت باشه، دندونه باشه، میز کانفیوژن. و حرف ما یاد میگیریم که ابراهیم آوینو به ما توضیح میده که این ماه، تو این ماه کانفیوژن یعنی تموز باید ریموو بشه. تن یعنی چی؟ تمام شدن. و ما یادم، و حرف ما اینجا حرف واو، ببینیم حرفایی که کانستالیشن کانسر رو تشکیل میدن، یکی واو هستش، یکی زاین هستش و یکی تاف هستش. اینجا ما جان خط و تافه، بله، ولی خب با هم دیگه که به صورت واو زال خونده میشه، ولی خط هستش. حرف ما یاد گرفتیم ماهای پیش که حرف واو کانستالیشن چی رو تشکیل میداد؟ تارس رو. و حرف زاین کانستالیشن چی رو تشکیل میداد؟ جمنای. یعنی رپرزنت میکرد واو کانستالیشن تارس رو و زاین رپرزنت میکرد کانستالیشن جمنای. و دفعه پیش ما توضیح دادیم که زهرنپین چی بود؟ زهرنپین انرژی 99% بود که توضیح دادیم بهتون. و ماهای ایریز، تارس و جمنای توضیح دادیم که این ماه‌ها، در مورد این سه ماه خیلی صحبت کردیم، در مورد که جمنای کانستالیشن زاین هستش، تارس واف هستش. و زاین یعنی چی؟ یعنی زاین ملخوت رو به وجود میاره، واف زهرنپین رو به وجود میاره، زاین چی رو به وجود میاره؟ ملخوت رو. ما توضیح دادیم که در ماه تارس نور به وجود میاد و در ماه جمنای ما باید وسل رو بزرگ کنیم که اون نورا رو دریافت کنیم. پس وقتی که ماه تموز بیاد، ما هم وسل رو داریم، هم لایت رو داریم در حقیقت. و وقتی که به ماه تموز میرسیم، این وسل ان لایت فینیش میشه، تموم میشه. یعنی اگر که ما در این ماه تموز و تارس و جمنای این لایت هایی که لایت و وسل هایی که بوده نگرفته باشیم، اگه ما سپریچوال نشده باشیم،
ما نمیتونیم تو این ماه تموز لایت رو دریافت کنیم. یه ذره کامپلیکیتده که آدم بخواد توضیح بده. ما میگیم که ابراهام توی همین ابراهام اوینو اسم تموز و کانستالشن کنسر رو گذاشته تموز. در این پریود هستش که چرا کانفیوژن به وجود میاد. توی این 30 روز تموز یه کانفیوژنی وجود داره که باید برطرف بشه. و این حرف واب و زاین که خط رو تشکیل میده اینجا یه سیکرتی رو میاره برای ماه تموز، به این معنی که انرژی کانسالیشن جمنای و کانسالیشن تاروس، تاروس به وجود میاره این دوتا واو و زاین که رو هم دیگه میشه چی؟ وز که میشه خط. و بعد در جمنای ما دیدیم که چه عیدی بود در ماه جمنای، ماه شاوود، ماه سیوان، که چی به وجود اومد تو ماه سیوان؟ وسل به وجود اومد. ما سعی کردیم گفتیم لایت زیاده و باید یه وسل داشته باشیم که این لایت رو دریافت کنیم و تونستیم که توی این ماه شاوود ما تورا رو دریافت کنیم و تورا رو خدا تو این ماه و تورا رو تو ماه تارس ببخشید این نورا رو ببخشید این نورا رو تو ماه تارس خدا به ما داد و ما همه نورا رو چیکار کردیم تو ماه تارس تو ماه چیز مانیفست کردیم. پس ما در ماه تارس نور رو دریافت کردیم و در ماه جملای چی رو دریافت کردیم؟ وسل رو دریافت کردیم. پس ما کارمون دیگه تموم شد. هم نور رو دریافت کردیم در ماه جملای، در ماه تارس و در ماه جملای وسل رو دریافت کردیم. حالا اگه من تو این ماه کنسر اویر نبودم از این دوتا ماه قبل چی میشه؟ کانفیوژنی ایجاد میشه. چرا پس کانفیوژن در ماه کنسر میگن ایجاد میشه؟ کسایی که در دو ماه قبل، یعنی در ماه شاوود که همین عید شاوود رو داریم و در ماه تارس که به ما فرصت داده میشه که هم نور رو بگیریم هم وسل رو بگیریم، اگر که ما سپیرچوال نبودیم، اگر که ما گیور نبودیم، اگر که ما فقط برای خودمون کار کردیم، نمیتونیم نور رو دریافت کنیم. یعنی مثل اینکه شما میرین خرید کنین شاپینگ سنتر، بخواید برین برای تو ماه تموز بخواید برین، میبینین در فروشگاه بسته است. You cannot become spiritual in that month. پس ما aware نبودیم که این لایت تورس و وسل جمنای، aware نبودیم که اینا رو باید تو زندگیمون بیاریم. یعنی اگر که من خیلی دیرم که رسیف کنم این لایتو، کانشسنس اینو ندارم که این نورا رو دریافت کنم تو این دو ماه. اگه من خیلی سلفیش بودم تو این دو ماه، اگه خیلی ایگو داشتم، خیلی به فکر خودم بودم و یه وسلی بیلد نکردم برای خودم تو این دو ماه، تو ماه کنسر آد آف لاک میشم. آره میگن چرا میگن کنسر آد آف لاک شده؟ به خاطر اینکه ما باید تو این ماه تارس و جمنای باید خیلی لایک جمع کنیم، باید خیلی ایگومون رو بیاریم پایین، باید خیلی سعی کنیم وسل، یعنی یه وسل نور و وسل و همه اینا رو، سپیریچوالیتی رو باید پرکتیس کنیم. ماه تموز میتونه نگتیف باشه، میتونه آت آف لاک باشه به این دلیل و دیستراکشنی که ما گفتیم توی بیت همقداش، یادتونه که گفتیم تو ماه تموز ماه تموز چی شد؟ بیت همقداش نابود شد. و این به این معنی هستش که اگه ما اویر نباشیم از این که تو این دو ماه
اسپریچوال بشیم، نور ایجاد کنیم، کمک بکنیم به مردم، ایگومونو از بین نبریم، ماه کنسر میتونه نگتیو باشه. در حقیقت ماه کنسر اینجا ماه طرف نگتیو نیست، پازیتیوه. ولی میتونیم ما خودمون این ماه نگتیوش بکنیم. ولی اگر ما بتونیم اسپریچوال بشیم، میتونیم انرژی ایمورتالیتی رو تو این ماه بیاریم. ما تو ماه جولای گفتیم این نور رو با خودمون حملش کردیم. و اگه من تو ماه جمینای سپیرچوال نبودم و غرق در خیال خودم بودم، فقط به فکر خودم بودم، فقط به فکر این که برای خودم همه کار رو انجام میدادم و نور رو نگیرم، نور رو دریافت نکنم، آدابلاک میشم. و وقتی که ماه کنسر میاد، لایت رو دریافت نمیتونم بکنم. پس ما در پس میگیم اگر که من هر روز کار خودم رو انجام بدم و وقتی هم که کنسر میاد ام تو شیپ خوبی نمیتونم باشم. یعنی اگه ما میخوایم تو ماه کنسر to be in a good shape, we have to receive the light and the vessels. تو ماه ما توی دو ماه قبلش 17 تموز همون جمینای تارس که نور میاد تو اون دو ماه به خصوص. یعنی منظورتون هر سال باید این دو ماه بله نور رو دریافت کنیم فقط تو این دو ماه؟ بله حواسشون بله. 17 ماه تموز گفتیم که دیستراکشن بقدمقداش شروع شد و دو بار مثل این که این بقدمقداش نابود شده. دفعه اولش هم نبوده، دو بار ساخته شده در همون روز دوباره اونا شو نمیدونم ریستارت کردن آله، ولی دوباره تو هم دوباره خراب شده. و ما هر دفعه که ما تفیلا و پری میکنیم رو به بقدمقداش، رو به ایست معمولا ما پری میکنیم. و آری میگه، آری توضیح میده که وقتی که ما پری میکنیم رو به بقدمقداش فایده ای نداره اگر که چی اسپریچوال نباشیم. یعنی چی؟ یعنی این که میگه اگه الان ما میگیم بقدمقداش، الان جاش چی شده؟ جای بقدمقداش و اسرائیل چی و چی چه بنایی شده؟ مسجد اقصا. مسجد اقصا رو درست کرده. کبالیستا میگن که سومین بقدمقداش وقتی درست میشه که چی بشه؟ نه، سومی بقدمقداش وقتی درست میشه که ماشیح بیاد. یعنی چی؟ یعنی اینکه انرژی بقدمقداش ما باید کانکت کنیم به انرژیش، نه به خود فیزیکال بیلدینگ. یعنی ما باید کانکت کنیم تو این ماه به انرژی بقدمقداش که اون که کبالیست ها در مورد بقدمقداش میگن که باید ما توتال سرتنتی داشته باشیم. It's not just seeing the building there که بگیم دوباره درست شده. باید کانشسمون رو جوری درست کنیم که فکر کنیم که الان بقدمقداش اونجاست. و این چه جوری به وجود میاد؟ چه چیزی معمولاً کانسر رو ناراحت میکنه گفتیم؟ لک، یعنی نداشتن چیزی. چه چیزی کانسر رو خوشحال میکنه؟ بچه و غذا و خونه و مالکیت داشتن. فیزیکال بیت همقداش معمولا کانسر ساینا دوست دارن فیزیکال بیت همقداش داشته باشن. متوجه میشین؟ در حقیقت که ما باید سپیریچوالی بهتر امداشو داشته باشیم. یه کانسر ساین باید سپیریچوالی قوی بشه. یعنی خونه و اینا چیزای موقتیه برای یه کانسر. پس من اگه هنوز دنبال فیزیکال ورد باشم از کانسر I am lost. این فقط برای کانسر نیست، تمام ماهای استرولوژی یکم از خصوصیت هر ماه ما داریم.
و این فقط به خصوص ماه کانسر نیستش. مثلا هر کسی، هر کدوم از شما هر ساینی دارین، باید اینو تو زندگیتون پیاده کنید معمولا. و اگه من بتونم توی بانک مثلا سپورته داشته باشم، من خوشحال، کانسر رو خوشحال نمی‌کنه. فقط فیزیکالیه، یه چیز تمپرریه. چون من دوستای کانسر دارم که همیشه مسافرت میرن، همیشه همه جوره فیزیکالی، نمیدونم خونهشون پر غذاش، they have closet full of shoes, purses, but nothing makes them happy, really. این چیزا کانسر رو هپی نمی کنه. اینا یه فالسه، یه حالت فالسی میده که ساتیسفای بکنه، موقتی، و کانکت نمی کنن به انرژی واقعی ایمورتالیتی. They like به خاطر لکشون، به خاطر کمبودشون. پس این چیزا رو دوست دارن، به خاطر کمبوداشون دوست دارن، ولی هپیشون نمی کنن. چه چیزی نوره پفیر میشه؟ Being spiritual. شما اینو راجب جمنای هم گفتید. بله، جمنای هم گفتید. جمنای هم به این صورت هستش که اونا دبل ایر مثل برد هستن. پس اینا که دوتا سایناشون یه جوره با هم دیگه؟ نه اصلا به هم ارتباطی ندارن. حالا ما میگیم که انرژی فیزیک آبراماوینو میگه که این ماه سرطان رو گذاشته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این کانفیوژن رو از بین ببره. پادزهر بیماری کانسر معمولاً از خود بیماری میگن درست میشه. و توی این ماه کانسر هستش که ریشه بیماری کانسر رود پیدا میکنه معمولاً. کانفیوژن تو خود ماه کانسر. ممکنه دو سه ماه بعد ما بفهمیم که مثلا یکی کانسر داره، ولی منشأش میگن تو ماه خود ماه کانسر هستش. و خوب شدن این بیماری هم تو اون ماه معمولاً به وجود میاد. و یه چیز دیگه هم که هست، بیماری کانسر چی هستش؟ یه کانفیوژن سل هستش، ابنورمالیتی سل که به وجود میاد. و آبراماوینو میگه که کیور برای این ماه، همین بیماری سرطان تو همین ماه هستش. ما 4 تا پاراشا تو این ماه داریم، تو ماه تموز کانسر، که همه این پاراشا ها معمولاً برای چیه؟ برای هیلینگ هستش. و این مخصوصاً یه پاراشایی که خیلی مهمه و من خیلی به این پاراشا عقیده دارم، چون تو زندگی من اتفاق افتاده، این همین مال پینهاس، پاراشای پینهاس هست که آلتیمیت سیکشن تورا به این پاراشا تعلق داره. و پینهاس هست تو این ماه هست که حرف خت که کانسلیشن کانسر رو به وجود آورده، و حرف واف که لایت فورس و تمام ستون تورا رو به وجود آورده، اکسیدن نیستش. ما میدونیم که نیومرال ولیو این حرف همین خط هستش چی؟ 8. 6 هستش. 2 6 مثل اینکه 2 و 6. و که همه لایت و لایت فورس و مثل اینکه 6 هستش، درسته؟ واف 6 هستش، بله. واف 6 هستش و زاینم که نمیدونم، زاینم فکر کنم، ولی اینجا داره میگه که تموم رمدی کانسر از خط و ته هستش، همین حروفی که این خط باشه. نه 26 رو نمیگم، هر نیومریکال ولیوش 6 هستش. و ما میگیم که آری میگه تو این ماه ما میتونیم با انرژی همین هیلینگ، با همین سپیریچوال بودنمون، میتونیم بالانس رو تو زندگیمون بیاریم. و اگر که دقت کرده باشیم، معمولاً توی ماه کانسر ما lack of balance داریم. معمولاً کسایی که تو این ماه هستن، معمولاً کسایی که بیماری سرطانو میگیرن، یا خیلی خیلی آدمای خوبی هستن، گیور هستن، یا خیلی خیلی آدمای تیکری هستن.
که ابنورمالیتی به وجود میاد. پس ما یاد میگیریم که باید تو این ماه ما بالانس به وجود بیاریم تو زندگیمون که اوید کنیم این بیماری. و تو این ماه اموشن خیلی قویه به خاطر اکسترنال انرژی آب و اینترنال انرژی باز گفتیم. و یا خیلی این ماه آدمایی که تو این ماه هستن خیلی خیلی هپی ان یا خیلی خیلی غمگین ان، بالانس ندارن. پس ما باید چیکار کنیم؟ کسی که تو این ماه هستیم باید بالانس تو زندگیمون بیاریم. ما گفتیم که اگر که یه کانسر تمام پول و ثروت و همه چی تو زندگیش باشه، هپینس بهش نمیشه. و معمولا کسایی که کانسر هستن زندگی قبلشون کپریکورن بودن، ماه کپریکورن رو داشتن. که ما کسایی که حالا ماه کپریکورن رو در آینده استادی میکنیم، کپریکورن ارت ساین هستش، یعنی اکسترنال انرژیش هست ارت و انرژی درونیش آب هستش و خسد و خوبی. و برای یک کپریکورن مهمترین چیز چی هستش که ریکوگنایز بشه، توجهش بکنن، ثروت داشته باشه، احترام بهش بذارن، رسپکت داشته باشه، و به خاطر همین که چون ارت ساین هستن خیلی سخت میشه که یک کپریکورن رو متقاعد کنیم به یک کاری رو انجام بده. اینا بر میگردن کپریکورن ها کانسر میشن دوباره. معمولا یک کپریکورن لاوش رو نشون نمیده. نمیدونم کسایی که ماه کپریکورن ماه پلنت سدرن رولشون میکنه و ماه جنیوری معمولا هستن، دیسمبر، بین دیسمبر و جنیوری، اینا معمولا لاوشون رو نشون they don't show their love. و خیلی خیلی آدمای رومانتیکی هست کپریکورن، ولی شما متوجه نمیشید که اصلا اینا رومانتیک هستن. و کانسر به دنیا میان دوباره که بتونن کورکشنشون رو انجام بدن، اسپریچوال بشن و بتونن که این کانفیوژنی که تو وقتی که کپریکورن بودن ریموف کنن. یعنی از کپریکورن بیکامز از ان کانسر تو ریموف دی کانفیوژن که بتونن کانکت کنن به دنیای لایت اسپریچوال. خب امشب پس ما ماه کانسر رو کاور کردیم. من یه سوال دارم جان.